علی وکیلی راد در فرودگاه مورد استقبال قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه در امور ایرانیان خارج از کشور و جلالی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور قرار گرفت. وکیلی راد در گفتگو با خبرنگاران گفت جهنم را گذراندم و بهشت را پیدا کردم. زمانی که چشمم به سرزمینی که درون افتاد تا به الان حالت روی نمیتازه نمیدونم تو که باید و شاید باهاتون حرف بزنم. فقط بهتون بگم که واقعا شاید به عبارتی جهنم رو گذروندم، امروز خوشحالم که به عبارتی بهشت رو پیدا. جلالی نماینده مجلس و رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور نیز گفت برای دنیای امروز متاسفیم که این گونه با فردی که کاملا اثبات شد هیچ جرمی مرتکب نشده است به شکل وحشیانه‌ای برخورد می شود و با وجود ادعاهای حقوق بشری جامعه جهانی زخم ضدیت با حداقل‌های حقوق بشری در روح و جان این فرد و خانواده اش دیده می شود. قشقاوی معاون امور کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه هم گفت حکم آزادی مشروط وکیلی راد 11 بهمن سال گذشته به علت رفتار شایسته وی در زندان و طبق قانون فرانسه صادر شد و هیچ ارتباطی بین آزادی وکیلی راد و کلوتید ریس وجود ندارد.